همزمان با دومین روز نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه خواستار توجه جدی به نگرانی های رسانه ها و خبرنگاران در این نشست شده است. بر بنیاد این خبرنامه، این نهاد سازمان ملل و نماینده کشورهای جهان خواسته که به خاطر لغو دستورالعمل‌های محدود کننده آزادی رسانه ها و خبرنگاران، توقف روند بازداشت خبرنگاران و رسیدگی به موارد خشونت و نقض حقوق اعضای جامعه رسانه افغانستان تلاش کنند. این در حال است که هیئت از امارت اسلامی در نشست دوحه بنابر عدم پذیرفته شدن پیش شرط ها حضور ندارد و سخنگوی امارت اسلامی هم نتیجه این نشست را برای مردم افغانستان مؤثر ندانسته است. دومین روز نشست دوحه و انتظارها از این نشست در افغانستان. همزمان با ادامه نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در دوحه، مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه خواستار توجه جدی به نگرانی های رسانه ها و خبرنگاران افغانستان در این نشست شده است. لغو دستورالعمل های محدود کننده ی آزادی رسانه ها و خبرنگاران، توقف روند بازداشت خبرنگاران و رسیدگی به موارد خشونت و نقض حقوق اعضای جامعه رسانه افغانستان از مواردی است که این نهاد خواستار توجه سازمان ملل و کشورهای اشتراک کننده در نشست دوحه شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد که توجه جدی به نگرانی رسانه ها و خبرنگاران افغانستان شود. مرکز خبرنگاران افغانستان از این نشست استقبال می کند و از اشتراک کننده ها می خواهد که به خاطر لغو دستورالعمل های محدود کننده آزادی رسانه ها و خبرنگاران، توقف روند بازداشت خبرنگاران و رسیدگی به موارد خشونت و نقض حقوق اعضای جامعه رسانه افغانستان تلاش کنند. سازمان ملل در حال این نشست را در مورد افغانستان برگزار کرده که هیچ نماینده امارت اسلامی در آن حضور ندارد و حکومت سرپرست افغانستان نتیجه این نشست را زیاد مؤثر نمی‌داند. کسایی که از افغانستان ترجمانی نمیتونند و افغانستان برشان صلاحیت نداده، نمیتونند نمایندگی افغانستان را بکنند. فلهذا مؤثریتی هم نخواهد داشتند. مؤثریت زمانی بود که حکومت افغانستان اونجا نمایندگی میکرد از مردم افغانستان و یگان ترجمانی میشد. خب کشورها اکثریتشان با ما موافق هستند، ولی بعضی کشورهای مقتدری که صلاحیت ها را در سازمان دارند، آنها شاید نخواست افغانستان نمایندگی مستقل داشته باشد. به زول حاض ما توقعات زیاد از این نشست نداریم. دوحه نشستی را میزبانی میکند که گفته میشود سازمان ملل متحد نماینده ویژه خودش را برای افغانستان انتخاب خواهد کرد. نشستی که پشت درهای بسته برگزار شده و در گذشته شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه نیز خواستار انتخاب فرستاده ی ویژه این سازمان در افغانستان شده بود. نشست دو در خصوص افغانستان به تاریخ 18 فوریه آغاز گردید و امروز هم تاریخ نزد دوام داره. یک نشست مقدماتی هست، بخاطر نشست‌های بعدی صرف میشه که به ایجای نماینده ملل متحد بر افغانستان معرفی شود و پیشنهادات و نظریات جمع‌آوری شود. و انقدر که توقع میرفت هم متاسفانه توقع بیشتر نیست، چون طالبان مشترک نکردن و نماینده افغانا را هم ملل متحد دست نشانده خود در اوجه آوردن، نه نماینده واقعی ملت افغانستان ده. از آنجایی که نشست دوحه تلاشی است از سوی قدرت ها و کشورهای ذی‌نفع در قضایای افغانستان، بنابراین انتظار می رود تا برایند این نشست منتج به صلح دائمی و قطع جنگ شود و از طرف دیگر منجر به شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر و همشمول در افغانستان گردد. این در حالی است که پیش از این نیز امارت اسلامی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل از بهره گزینش نماینده ویژه این سازمان را برای افغانستان رد کرده و گفته که فرستاده های ویژه به سلاح افغانستان نیست.